هذا الهجوم من جنود الاحتلال استهدف مزارعين فلسطينيين ومعهم نظامیان صهیونیست به کشاورزان و فعالان فلسطینی که قصد ورود به زمین‌های کشاورزی خود را در روستای شوفه از توابع طولکرم در شمال کرانه باختری داشتند حمله کردند و شماری از آنها را بازداشت کردند. رفتار صهیونیست‌ها یادآور برخورد پلیس آمریکا با جورج فلوید بود. هذا مشروع خطير جدا يتسبب في این طرح بسیار خطرناکی است که به مصادره بخش زیادی از زمین‌های کشاورزی و جدا کردن روستاها و مناطق طولکرم از اطراف این شهر منجر خواهد شد. توسع الاستيطاني وتشتيت المنطقه مع ذلك يسر الفلسطينيين الدفاع عن ارضهم. در حالی که فلسطینیان در دفاع از خاک خود تاکید می‌کنند، برخی کشورهای عربی در حال تحکیم روابط خود با غاصبان زمین‌های آنها هستند. رژیم اشغالگر قصد دارد شهرک صنعتی بزرگی در این منطقه احداث کند. هذا راح يقطع التواصل بين مدينة طولكرم محافظة طولكرم محافظة نابلس وبالتالي این منطقه راه ارتباطی بین استانهای طولکرم و نابلس است. این طرح شهرک سازی در چارچوب طرح نتانیاهو برای مصادره مناطق بیشتری از کرانه باختری است. يقال انه المشروع الاستيطاني الاضخم گفته می شود قرار است در این منطقه بزرگترین طرح شهرک سازی رژیم صهیونیستی از سال 1967 تا کنون اجرایی شود که در آن شماری از روستاها به طور کامل مصادره و به جای آن شهرک های صهیونیستی احداث می شود. خالد صبرنا خبر گزاری صدا وسیما فلسطین.